برای بار نخست بازی نو جدید کرکت بیست اوور کوچه یا استریت کرکت 20 بال در افغانستان از سوی مؤسسه تربیوی لوب سپورت در ولایت خوست برگزار گردید. این نو کرکت که از سوی شورای جهانی کرکت قبول گردیده است با کرکتی که امروز در جهان به اجرا گذاشته می شود کاملا متفاوت است. در بازی نو جدید 6 تن در یک تیم به بازی می پردازند که یک اوور 4 توپ می باشد و هر بازیکن باید 4 توپ یعنی یک اوور بازی کند. مگر ویکت کیپر اجازه ندارد که به بالینگ یا توپ زدن بپردازد. در مقابل وی تنها می تواند که اوپنینگ یا بازی را آغاز کند. دولت احمدزی بازیکن از بقیه تیم ملی کرکت افغانستان و یکی از مربیان مؤسسه تربیوی لوب سپورت می گوید که برگزاری همچو برنامه ها برای آینده کرکت در افغانستان بسیار مفید است. چیزهایی را که شما در اینجا آموختید باید آن را هر روز تمرین کنید و اینها بخشایی بود که باید یک بازیکن کرکت آن را می آموخت. بخشای مختلف را ما اجرا کردیم که از جمله بخش توپ زدن، فیلدینگ و موارد دیگر است. اگر شما این موارد را عملی نمایید در آینده می توانید که از ولایت خود نماینده تیم ملی و یا هم نماینده تیم الف باشید. در اینجا بچه‌هایی بودند که ما آنها را شناسایی کرده ایم و در آینده نیز آنها پیشرفت های خواهند داشت. در بازی نو کرکت کوچه یا استریت کرکت وایت به 3 توپ حساب می شود و اگر بیتسمن 6 رنز را به دست بیاورد از ادامه بازی اخراج می گردد، مگر 6 رنز به نفع تیمش حساب می شود و دیگر اصولش با نو کرکت عادی یکسان است. در تورنمنتی که در ولایت خوست برای مروج ساختن نو جدید کرکت برگزار گردیده بود در حدود 12 تیم با هم به بازی پرداختند که در بازی نهایی تیم های لیسه باختر رنا و شهید محمد داود خان به میدان بازی رفتند که در نهایت تیم باختر توانست برای بار نخست قهرمان این تورنمنت گردد. نورالله انظور از جمله ورزشکارانی است که در این تورنمنت حضور داشت و میگوید که چیزهای خوبی را آموخته است. آنان برای 8 روز در ولایت خوست مرا در بخش کرکت تربیه نمودند. خواهش میکنیم که در ولایت خوست مؤسسات دیگر نیز برای ما دوره‌های آموزشی برگزار نمایند. مراحل ابتدایی برای کرکت را ما آموختیم و ما میتوانیم که پس از این در اکادمی‌های خود به بازی کرکت بپردازیم. زربشا زهیر مسئول تربیوی مؤسسه لوبا میگوید که در ولایت خوست استعدادهای زیاد وجود دارد و امیدواری است که در آینده بازیکنان خوبی از این ولایت در بخش کرکت تربیه شوند. این بخش تربیه ورزشکاران برای یک هفته بود. هدف ما این بود تا استعدادهایی که تا اکنون در این جوانان پنهان بود آن را آشکار نماییم و جوانان در اینجا هستند که تا حال از آنان استفاده صورت نگرفته است. این بار نخست است که بازی نوی کوچه یا استریت 20 بال کرکت در افغانستان به اجرا گذاشته می شود. مسئولین مؤسسه لوبا می گوید که با همکاری بورد کرکت افغانستان آنان در نظر دارند که مراحل تربیه ورزشکاران را در سایر ولایت افغانستان برگزار نمایند. وحیدالله فیضی ساپی، تلویزیون آشنا، کابل.